سلام دوستان به کانال فرهاد تکنیک خوش اومدید فرهاد هستم و با برنامه آموزشی دیگه در خدمتتون هستم امروز یاد میگیریم چطور مشتهای سنگین تخریب کننده در بکس داشته باشیم و برای تمرینات امروز ما به یه دونه کش نیاز داریم که حتما این ریختی باشه که میبینید ببینید اینجوری باشه از اینا که هستش که زخیمه چون اینا پاره نمیشن استحکامش هم خیلی خوبه باید فشار بیشتری بیارید بدون وقفه لتس ببینید من قبل از اینکه شروع کنم اینو بگم که من به اینکه وزنه میگیرن دستشون و حرکت رو میزنن زیاد اعتقاد ندارم برای سنگین شدن دستا برای نگه داشتن گارد و اینکه شونه هاتون قوی بشه گاردتون رو بتونید تا راند آخر مثلا بالا نگه دارید وزنه خیلی عالی هستش ولی برای سنگین شدن ضربات دستتون شما نیازمند این کشه هستید میدونی چی میگم و یه چیز دیگه که خیلی مهم هستش اینه که تکنیک های پایه اگه اون فوندانسیون کارتون خوب نباشه پایتون خوب نباشه کلا نمیتونید مشت سنگین بزنید میدونی چی میگم پیادتون نره پایه رو خیلی قشنگ تمرین کنید من الان این میشه هشتمین ویدیویی که دارم در مورد بکس میگیرم بکس رو کامل آموزش دادم گاردای حرفه ای رو آموزش دادم دفاع رو آموزش دادم سریعتر شدن دستارو رو آموزش دادم همه ویدیوها رو نگاه کنید اونا هم کمک میکنه که پایتون قوی بشه و همونطور که گفتم پایه قوی تر تکنیک قوی تر تکنیک قوی تر مشت سنگین درستش بریم که این کش رو ببندیم به یه جایی و شروع کنیم به تامین مشت زدن برای این کار میدونید دیگه یه طرفش یه دونه حلقه میسازید و طرف دیگر رو از توی حلقه رد می‌کنید. این باعث میشه که بمونه اینجا نمیدونم این برای چی توضیح دادم ولی حالا اگر خواستید مشتای مستقیم بزنید بیارید روی شونهتون تو قسمت شونه باشه اگر خواستید هوک بزنید بیارید توی قسمت کمر که مثلا حرکات هوک رو یه ذره هم بیارید بالا حرکتو رو بزنید و اگر خواستید آپرکات بزنید بیارید توی قسمت زانو که با جهت آپرکات یکی باشه دستاتون نکته اولی که میتونم اینجا بگم اینه که ها رو فقط مثلا اگه شما راست گارد هستید یا چپ گارد فقط با همون یه گاردتون انجام ندید بوکسو یعنی این تمرینات رو با یه گارد انجام ندید بلکه از گارد دیگه هم استفاده کنید یعنی یه بار دست راستتون عقب باشه یه بار جلو باشه حرکات رو بزنید چه هوک چه آپرکات همشو میگم چی میگم همه رو اون مدلی تمرین کنید که دستا همیشه یعنی گارد پاتون رو عوض کنید نکته مهم بعدی که خیلی مهم هست و خیلی اشتباه میکنن وقتی میخوام با این کشا تمرین کنن وامیستن اینجا مشت میزنن این قدرت رو زیاد نمیکنه این فقط این تمرین بدنسازی میمونه مایچه های سینه و مایچه های پشت رو ذره تمرین میکنید همین بود میچه میگم انگار که مثلا دارم فلای میزنم دیگه این دیگه اصلا ربطی به تمرین بوکس نداره تمرین بوکس شما باید از پاهاتون استفاده کنید یعنی ضربه اینجوری همینجوری که وان که ضربه رو بزنید شما هر وقت میخواید ضربه بزنید اگه حریف نزدیک نزدیک باشه میرید عقب ضربه میزنید و اگه جلو باید نزدیک شید بهش ضربه بزنید میرید جلو پس این حرکات هم موقعی که کش دستتون هم باید همونطوری انجام بدید و یه نکته دیگه بگم که این نکته اصلا کلن بکستون تونو متحول میکنه اونم مشتای یک سانتی بروسلی هستش میدونید که چجوری با فاصله خیلی نزدیک وامیساد مشت میزد دیگه ببینید من اگه بیام اینجا من الان میخوام مثلا به این دوشکه میخوام یه دونه مشت بزنم درسته؟ ببینید من اگه دستم رو این حالت نگه دارم و فقط انگشتامو ببندم و ضربه بزنم میبینید که چیری حرکت میکنه این خب مشت یک سانتی بروسی هستش دیگه این مدلی مثلا دستش رو میذاش روی اون جسمی که میخواست بهش ضربه بزنه انگشتاش رو میپس و ضربه میزن الان میبینید چقدر حرکت میکنه این دوشکی که اینجا هستش حالا من اگه بیام این دفعه دستم اصلا تکون نمیدم ببینید دستم رو نگه میدارم اصلا تکون نمیدم اگه من بیام برم جلو ببینید الان من از دستم اصلا استفاده نکردم من فقط از این پاها و اون حرکت جلو رفتن که استفاده کردم ضربه حساب میشه درسته و مشت یک سانتی بروستی هم همین مدلی انجام میشد از پا از کمر اونجا هستش که ضربه رو اجرا میکرد شما خیلی های مثلا میخوان مشتاشون رو قوی تر کنن دست های داشته باشن تو بوکس دائما دستاشون رو تمرین میدن دست ها مثلا شاید ده درصد 20 درصد اون قدرت رو میرسونه بقیهش از کمر و پاها میاد یعنی شما اگه کمر قوی داشته باشید و فقط ببینید الان همونطور که گفتم ببینید این ضربه حساب میشه مثلا دست همون تکون نمیدم وقتی میرم جلو میشه ضربه حالا چیری این حرکات رو با کش انجام بدیم ببینید شما کاملا حالت گاردتون رو بگیرید عین همون چیزی که عین همون چیزی که مثلا شما گارد بکس دارید درسته گاردتون رو خیلی ریلکس بگیرید یه کوچولو بیاید جلوتر که کش سفت بشه حالا وقتی میخواید ضربه بزنید عین ضربه که اجرا میکنید حرکت رو بزنید بعد دوباره مثلا برمیارید این موقعیه که میخواید فقط دست تک تمرین کنید اگر خواستید دست یه نکته دیگه که اینجا هستش که بهتر هست از این تمرین اینه که همون مدلی که بوکس میکنید آقا ما بوکس میکنیم اینجوری یه دونه میزنیم میایم عقب میگیم ناکوت شو دیگه نمیشه که اینجوری چیکار میکنیم ما میایم بوکس که میزنیم همیشه از چند تا ضربه دیگه استفاده میکنیم دیگه شما بیایید همونو اینجا انجام بدید یعنی کمبیناسیون بزنید یعنی ترکیبی بزنید یه دونه دست نزنید پس دقیقا عین مبارزه میشه این فایده نداره این خوبه می چی میگم یعنی من الان دستم رو تقویت کردم بعد میام دفعه بعدی دست رو میذارم عقب این دفعه از این دست استفاده میکنم و چرا اینو من میگم این بهتر هستش به خاطر همون چیزی که الان توضیح دادم بهتون اگر شما فقط مشت بروسی رو بخواید بزنید باید از کمرتون استفاده کنید و از پاهاتون پس این کشه فقط دست شما رو قوی نمیکنه بلکه پاها و کمر رو اون هماهنگی تکنیک شما رو هم قوی تر میکنه یعنی من هر دفعه اگه این حالت بیام ببینید اینجا اگه من میخوام از کمر استفاده کنم دارم های میانی بدن مایچه های فیلی شیکم پاهام و همه رو دارم تمرین میدم با همین یه دونه کش میچ میگم و این خیلی بهتر هستش که فقط دستمون رو بیاریم جلو عقب حالا که نکاتش رو همه رو گفتم تمرینات شروع میکنیم یادتون نره پس این حالت میستی یه کوچولو به سمت جلو که کش صف باشه و حرکت دست مستقیم میزنید میتونید برید بغل میتونید این سمت بیایید میتونید برید عقب همه اینا رو انجام بدید و بعد از اون که این تموم شد دست جلوتون انجام شد از دست عقب استفاده کنید یعنی فقط دست عقب بزنید یادتون نره پاها خیلی مهم هستش عین بوکس عین بکس فقط یک کش بهتون وصله همینجوری نزنید خواهشن و بعد از اینکه دستای عقب رو زدید حالا مثلا میایید حرکات ترکیبی رو میزنید یعنی دوباره میستید می گاردتونم مثلا عوض کردید همه اینا رو زدید دستتونم عوض کردید یعنی علاوه بر اینکه با یک با این دست زدید با این دستم تمرین کردید میتونید تایم بگیرید مثلا ده دقیقه با اون دست تمرین کنید ده دقیقه با دست بعدی بعد دوباره بیستید یک دو همه این حرکات رو تمرین کنید مینیم سر حرکات هوک همونطوری که گفتم توی قسمت کمر باشه یه ذرم بالاتر باشه ایرادی نداره توی حرکات هوک این دفعه ببینید هوک ما حرکت مستقیم دیدید میخوایم که اینو تمرین کنیم دیگه و چون حرکت مستقیم هم میره جلو ولی حرکت هوک میاد چیری اجرا میشه حرکت هوک در اصل این حالت اجرا میشه دیگه ما میخوایم اینو تمرین کنیم برای این اینجا وانستید که یه حالتی اونجایی که وصل پشتتون باشه بلکه جلوتر باشه که وقتی میاید جلو هوک میزنید ببینید دقیقا توی یه راستا قرار بگیره با آرنجتون با ساعد دستتون درسته؟ پس هر دفعه یادتون نره یه ذره اشپانون داشته باشید آلمانی چه گفتم؟ یه ذره سفت بگیریدش شلوول نباشه اینجا چون این دیگه فایده نره اولی یه ذره صفر باشه این باعث میشه گاردتون هم بهتر بشه و بعد از این از پاها استفاده کنید و یه هوک مشتی بزنید حالا اینجا دوباره میتونید حرکات ترکیبی بزنید یعنی میتونید مثلا آپرکات بعد هوک یا بهتر از این آپرکات دست دیگه انجام بدید که آزاده بعد از این دست انجام بدید و هر دفعه یادتون نره کمر و پاها کار میکنه میریم سر حرکات آپرکات آپرکات ها دیگه میان از تمت بغل زانو باشه اونجایی که وصله به بالا چرا به خاطر که وقتی دستتون هم میاد تو همون راستای ساعدتون باشه که فشار زیاد باشه و هر دفعه میایید دوباره همون مدلی میتونید به بغلش بیستید یا اینکه این حالت هم بیستید هیچ ایرادی نره توی آپرکات هر دو رو میتونید انجام بدید چون آپرکات اینه نیش میره جلو دیگه حالا اگه مثلا یه ذرم بغل تر بایستید اصلا بهترم هست مثلا بیایید این دفعه نه مثل هوک اینجوری بایستید نه مثل مستقیم بلکه بینش یعنی هم این سمت باشید ولی دورتر از اونجایی هم که بهش آویزونه درسته شل نباشه سفت باشه و بعد از اون حرکات رو با پاها با کمر استفاده کنید برای آپرکات که خیلی عالی هستش این حرکات و راحت میتونید حرکات و آپرکات رو خیلی قوی کنید با کش مثلا های مستقیم یه ذره بگم سخته دیگه ولی هوک و آپرکات خیلی بهتر هستش بهترینش آپرکات بعد هوک در مرحله سوم حرکات مستقیم هستش هر دفعه ضربه بعد بیایید از حرکات ترکیبی دوباره استفاده کنید که ضربه جلو ضربه آپرکات آپرکات میتون میگم ترکیبی بزنید برید جلو مثلا ضربه بزنید برید جلو جمع کنید بیایید اینجا بعد دوباره برید اقب یا مثلا ضربه بزنید برید جلو اینجا که هستید بعد جمع که میکنید مثلا یه دونه هوک بزنید ترکیب بکنید یه دونه دستتون مثلا آزاد نیست دیگه دوستان یه چیزیه که قدرت دستاتون رو زیاد میکنه و مشتای سنگین میتونید بزنید قدرت بدنی هستش هر کس میگه که این اتفاق نمیفته اشتباه میکنه قدرت بدنی دستای شما رو سنگین میکنه اگر شما میخواید مثلا مستقیم بزنید شارژ میکنید ضربه رو میزنید مایچه سینه مایچه پشت استفاده میشه درسته پس بعد این مایچه ها رو قوی کنید اگر شما میخواید آپرکات بزنید ببینید وقتی میایید این سمت ماهیچه مثلا پهلوتون استفاده میشه پس اگه این قوی تر باشه سریتر میکشه شما رو دیگه مثال هستش ماهیچه پشت ببینید وقتی میخوام دستم رو بیارم دوباره عقب ماهیچه های پشت من فعال هستش ماهیچه های قوی تر دست های قوی تر یادتون نره یه نکته دیگه هم هستش که میشه نکته آخر من در این ویدیو این هستش که سرعت دست باعث میشه که شما دستتون هم قوی تر باشه حالا یه سری میگن که چه ربطی به هم دیگه داره الان براتون توضیح میدم ببینید ماشینی که با سرعت 10 تا بره به یه دیوار بخوره یه ذره سپرش خور میشه ماشینه اگه با سرعت 100 تا بیاد بخوره به دیوار تا کمر جمع میشه متوجه شدید چی میکن؟ دقیقا توی بوکس هم همینطوری هستش شما اگه مثلا این ماشینو که الان مثال زدم چرا ماشین مثال خوبیه ماشینی که تکنیک نمیزنه که یعنی نمیاد اونجا یه تکنیک خاص اجرا کنه که سنگین بشه ضربش بخوره به دیوار بیشتر جمع بشه که ماشینه یه چیزمه مرده هستش یه جسمی هستش که تکون نمیخوره فقط اون سرعتش هستش که باعث میشه ضربه بیشتر بشه وقتی به دیواره میخوره درسته پس سرعت ضربات شما هم باعث میشه که قدرتش بیشتر بشه یعنی اگه شما این حالت ضربه بزنید اینکه این حالت زر بزنید قدرتش تفاوت داره سرعت قدرت رو بیشتر میکنه میتونید برید توی فیزیک سرش یه ذری سرچ کنید حتما یه چیزایی میبینید که در این رابطه نوشته شده خوشحال شدم که تا اینجا برنامه در کنار من بودید لطفا ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید چون من انگیزه میگیرم ویدیوهای بیشتری براتون میسازم توی قسمت کامنت ها نظر پیشنهاد سوال یا درخواستی دارید اونجا ذکر کنید همه رو میخونم و جواب میدم تا برنامه بعدی خداحافظ